سلام و درود به همگی، پیشاپیش کریسمس رو، تجسم مسیح رو به همه شما تبریک میگم و دعا میکنم که جزو روزهای قشنگ و شادی بخش زندگیتون باشه. اون چه که زندگی ما رو گاهی شادی بخش میکنه، خبرهای شادی بخشه. من میخوام شما رو با خودم بیارم به یکی از صحنه‌های شادی بخش در کریسمس، در انجیل لوقا باب 2 که وقتی شبانان در صحرا بودن، در آیه 9 اینطور میگه که ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما فرشته به آنان گفت ما ترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم که خبری بس شادی بخش است. نمیدونم خوشترین خبری که میتونه الان به گوش شما برسه چیه، ولی من باور دارم که خیلی از خبرهای خوشی که به گوش ما میرسه فقط برای یک مقطعی خوشه، یا شاید توی اون لحظه خبر خوشیه، دیگه بعدش برای ما خبر خوشی نیست. و من از این قسمت میخوام به سه خصوصیت خبر خوش حقیقی اشاره کنم که اولیش در همین آیه 10 هست که فرشته به اونها گفت ما ترسید. خبر خوش حقیقی درش قدرت هست، قدرتی هست که میتونه ترس های ما رو برداره. اگه ما ترس از تنها موندن داریم، کریسمس پیامش اینه که او ما رو روی این زمین تنها نگذاشت، او به سراغ ما اومد، خدا خودش به سراغ ما اومد. و این اولین خصوصیت خبر خوشه که خبر خوش حقیقی درش قدرت هست و انقدر قدرت داره که میتونه ترس های ما رو از ما برداره، هر ترسی که در این روزها و شاید سالها باهاش دست و پنجه نرم کردیم. دومی خصوصیت خبر خوش حقیقی در آیه بعدش، آیه 11 که فرشته به اونها میگه امروز در شهر داوود نجات دهنده به دنیا آمد. دومی خصوصیت خبر خوش حقیقی اینی که مال امروزه، مال 2000 سال پیش نیست. اگه کریسمس تجسم مسیح فقط یک اتفاق تاریخی باشه 2000 سال پیش، برای من اونقدر خبر خوشی نیست به عنوان انسانی که در قرن 21 زندگی میکنم. ولی زیباییش اینه که برای خدا همیشه الانه، برای او همیشه امروزه، و برای همینه که دومی خصوصیت خبر خوش حقیقی اینی که مال امروزه. پس اولیش اینه که درش قدرت هست، دومیش اینه که مال امروزه، و سومیش اینه که میگه که او خداوند میگه نشانه، آیه 12 نشانه برای شما این است که نوزادی رو در بنداقه پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. خبر خوش حقیقی با نشان و نشانه همراهه، و من دعا میکنم در این روزهای کریسمس که مسیح به دنیای ما پا گذاشته، خداوند با نشانه ها، با کلام خودش، با آیات و نشانه ها با همه ما صحبت کنه. کریسمس مبارک. بریم و با فرشتگان هم صدا بشیم که امروز او به دنیای ما آمد.